تاگ سایتون تعداد زیادی از نمایندگان مجلس آلمان از همه احزاب دموکراتیک علیه ابراز تسلیت برای رئیسی اعتراض کردند نمایندگان بوندستاگ آلمان صبح روز سهشنبه در شبکه اجتماعی مطالب مشابهی را نوشتند ما برای رئیسی تسلیت نمیگوییم باید به سرنوشت زندانیان سیاسی در ایران توجه شود پاریزیان مریم رجوی، پرزیدنت شورای ملی مقاومت ایران می گوید که این رویداد پیامدها و بحرانهای زنجیری در های استبداد دینی دارد که شورشگران را به حرکت در میآورد. آورد. سایت هفت روی هفت بلژیک شورای ملی مقاومت ایران اعلام کرد مرگ رئیسی ضربه ای راه بردی به خامنه ای وارد کرد. مریم رجوی، پرزیدنت برگزیده شورای ملی مقاومت توضیح داد، که این امر پیامدها و بحرانهای زنجیری در سرتاپای استبداد دینی دارد که شورشگران را به حرکت در می آورد. گلوبال نیوز ایتالیا مریم رجوی گفت با گرامی داشت سی هزار مجاهد و مبارز قتل عام شده که مردم ایران هرگز فراموش نمی کنند دادخواهی تا سرنگونی ادامه دارد. رادیو کانادا اپوزیسیون ایران از مرگ کسی که او را ظالم میدانست ابراز خوشحالی می کند مریم رجوی پرزیدنت برگزیده شورای ملی مقاومت ایران در بیانیه این رویداد را ضربه کلان جبران ناپذیر و استراتژیک به خامنه ای توصیف کرد. Of, uh, of dissidents as a prosecutor. فاکس نیوز. جلاد تهران مرد دولت ترامپ رئیسی را به دلیل نقش وی در کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال 1367 و به دلیل نقش او در قتل عام 1500 تزار کننده ایرانی توسط رژیم آخوندی در سال 1398 تحریم کرد رئیسی در اواخر دهه 1360 احکام اعدام موقت برای مخالفان صادر می کرد. او به نقش خود در هیئت مرگ می بالید. رئیسی کشتار دست جمعی را یکی از دستاورت های رژیم ایران خواند. بلومبرگ با کشته شدن ابراهیم رئیسی، رژیم ایران قرار است در انتخابات هشت تیر رئیس جدید دولت را گزینش کند. مرگ رئیسی شاید عواقب بزرگتری برای آینده یک پست مهمتر داشته باشد. زیرا انتظار میرفت که او جانشین خامنه ای بشود. والسیری جورنال مقامات غربی میگویند انتظار ندارند که حکومت تهران تغییرات عمده در سیاست خارجی خود بدهد. روزهایی که رژیم ایران امید به آشتی با غرب داشت، دا آینده دور پایان یافته است.